یه موضوعی که وجود داره اینه که بزرگترین نقاد پروپوزالتون همطور که بهتون بارها گفتم باید خودتون باشین. هی باید برگردین و بخونینش در طی زمان و هی نقدش کنین، چون به هر حال شما توی پژوهشتون کار کشته میشین و منابع جدید میخونین، با آدمای جدید صحبت میکنین و نگاهتون نسبت به بحث تغییر میکنه. درسته که اگر شما یه پروپوزال تصویب کرده باشین بعدا لازم نیست توی همون فصل اول لزوما تغییرش بده، این کارم نکنید، ولی همیشه نسخه های بروز شده از پروپوزالتون رو روش کار کنید به عنوان یک کار تمرینی، ضمن اینکه بعدا ممکنه که شما لازم باشه که این پروپوزال رو جاهای دیگری بفرستید و تصویب کنید. بنابراین یک کاری که شما باید انجام بدید بازبینی دائمی این کاری که دارید انجام میدید. نکته بعدی در مورد اینه که ترتیب نوشتن کارتون چطوری باید باشه. من قویاً به شما پیشنهاد میکنم، قبلاً هم گفتم، که شما نهید اول یک خروار منابع بخونید و بعد بنویسید، بلکه برعکس عمل کنید. اول یه چیزی رو بنویسید بعد شروع کنید بخوندن. برای اینکه وقتی شما میخونید ذهن شما تا حد بسیار زیادی اطلاعاتی رو که بهش میدید در درون خودش نگه هم داره و شروع میکنه به تکرار اونها و تکرار اونها و تکرار اونها، در حالی که یه پروپوزال یا یه مقاله که داریم نوشیم باید تا حد بسیار زیادی چیزهایی باشه که کسی ننوشته یا بهش در واقع توجهی نشده. این پس یه نکته خیلی خیلی جدی مهمیه که باید بهش توجه داشته باشید. بهتون پیشنهاد میکنم که روی این قضیه یه کمی فکر کنید که یه بارم که حداقل شده اول بنویسید بعد برید سراغ منابع، خصوصا اگه دوره دکتری هستید و قبلا کار انجام دادید. حالا اگه دوره ارشد هستید یه کمی شرایط فرق داره. خب پس این بازبینی های متداوم بسیار مهمه. نکته بعدی که مهمه و اینجا الان میتونیم در موردش صحبت کنیم تغییراتی که شما قاعدتا در این متن خواهید داد. به چه شکل؟ به این صورت که شما یه وقتی هستی پروپوزال برای دکتراتون نوشتی، بعد میخواید که پول بگیریم از یه جایی، یا اینکه یه پروپوزال پژوهشی برای یه جا نوشتین بعد میخواید برای سه جای دیگه هم بفرستین که شاید یکی از اینجاها بهتون پول بده، چه چیزهایی رو باید درش تغییر بدی متناسب با اون جای دوم و سوم؟ خیلی مهمه که ببینیم که اونا چه چیزهایی براش مهمه. حالا اگه یک سایت سازمانی داره شما میتونید به سایت مراجعه کنید، یا میتونید که پروپوزال قبلی رو که اینا مثلا تصویب کردن ببینید، یا مقالات که از تو کارشون در اومده ببینید. چند تا مسئله است که شما باید تغییرش بدید وقتی که به یه جای دیگه میفرستید. یکی عنوانه که حتما همیشه باهاش بازی کنین که عین هم نباشه. اولا اینو من بگم که خیلی وقتا این سوال پیش میاد که آیا این کار غیر قانونیه یا نه. نه اصلا غیر قانونی نیست که شما یه پروپوزال سه چهار جا بفرستید، ولی اینو بدونین که وقتی اولین جایی که تصویب کرد شما باید به اون جاهای دیگه ایمیل بزنین و از داوری بیارینش بیرون. برای شما میتونید همزمان یه پروپوزال چندین جا بفرستید، ولی نکتهش همینه که اون جاهای مختلف که شما پروپوزالتون رو میفرستید معمولا اینا با هم هدفهای پژوهشیشون فرق میکنه. برای من یه موضوع خیلی مهمی که لازم تغییر بدید معمولا عنوانه، بعد اهدافتون رو یه کمی بر اساس اون چیزی که اونها میخوان تغییر بدید و بعد پرسش و نهایتا بودجه بندی دارید. خب اینا چیزایی که در واقع باید شما تغییر بدید برای اینکه بتونید به جای دوم و سوم بفرستید. حالا زمانی که ما پایان‌نامه می‌دادیم نمی‌دونم الان چجوری، اون موقع دانشگاه دولتی پول خیلی کم می‌دادن، بخش بودجه هم باید می‌نوشتی برای پروژه، ولی الان تا جایی که می‌دونم یه پولی نگیرن حتما یه پولی نمی‌دن و این بخش در واقع اصلا کلا میاد از توی کار بیرون.